مدرسه هشتمیا، فقط مجرد استثبار خوب خیه. فضایی هم که هستش، یکی هستش یاسین بناری، نمره کدوم امتحان؟ بگه نمره تو نمره تو اعلام میکردن؟ بس اول میکروفون بزنیم که صدا همون بیشتر بیاد. خیلی روزا 20 نفر کلاس هشتمی ها چند نفر این؟ تقریبا 30 نفر هست اینا. کو بقیه تون؟ هر نمره آقا اونجا بهتون گفتمه خب همونه دیگه. باشه الان که حضور غیاب کردیم این نمره تون هم دوباره براتون میخونم. خب کی داخل کلاس؟ مجاهد؟ اصلش مجاهده، شیر مجاهد. مجاهد رفت تو کلاس ها اصلا که همه اصلا. خب بچه دیگه چیزی ننویسید تا حضور غیاب بکنیم. نمرتون هم براتون اعلام میکنه، همون چیزی که بهتون گفتم داخل چیز واتساپ یا شات که هر چیزی که بهتون گفتم. خب هر نمره. خب الان حضور غیاب میکنم، دیگه کسی چیزی ننویسه ها، خودتون میدونید. دیگه کسی چیزی ننویسه فقط حضور غیاب میکنم. اسم هر کی خوندم بگی که حاضر. اینه که هستم علیرضا اسکندری. علیرضا اسکندری. اسکندری نیستش؟ خب ها هستش. علیرضا 20 گرفته بوده امتحان، این امتحانو 20 گرفته، همون نمره ای که آقا بهتون اعلام کردم. خب بهرانی فرد، بهرانی مرتب دیگه غائبه. خب بناری یاسین، یاسین هم 18 گرفته بوده. پیراسته مهدی. خب مهدی هم که 20 گرفته بود. سنایی رضا، اسم هر کسی میخونم، کسی نگه حاضر دیگه. اسم هر کسی خوندم. رضا سنایی. خب رضا حاضر، امتحانم آقا 19 گرفتی. محمد مهدی هیدری. جلسه قبل که امتحان داشتیم از اول جلسه نبود، یا وسط درس اومدی وسط جلسه اومدی دیگه غائب نباشی، یا حواست باشه. امتحان آقا 20 گرفتی. خب خدری نه آقا، آخر کار. علی رضا هم که 20 گرفت امتحان، آفرین علی رضا. راشدی عبدالحسین، عبدالحسین هم 18 گرفته بود. رحیمی ابوالفضل، رحیمی نیستش؟ هیچ. سرور امیر محمد، سرور هم که 18 گرفته. فاطمی مبین،
مبین، مبینم که هجده گرفته بود. تاها، تاها قاسمی، تاها، تاها قاسمی نیستش، غائب. تاها غائب. خب یاسر قنبری، یاسر، یاسر، یاسر قنبری، یاسر قنبری نیستش، غائب. کمالی رضا، کمالی، کمالی هم نیستش. کهنسال، کهنسال. خب لاری دشتی هم که غائبه طبق معمول. خب آب پیکر، آب پیکر، آب پیکر غائب. محمد تا احمدی هستش، امتحانم 20، آفرین محمد. سبحان اسفندیاری، سبحان اسفندیاری، سبحانم که هستش، امتحانم 19. پاکدل علی، پاکدل، پاکدل حاضر، امتحانم 20. ابوالفضل پاکیان، پاکیان هم هستش، امتحانم 20، آفرین. تشنه دل علی رضا، تشنه دل علی رضا هستش، امتحانم که 19 گرفته علی. ابوالفضل حسین پور، ابوالفضل، امتحانم 20، آفرین ابوالفضل. خزایی علی رضا، 20 امتحان، آفرین. خلیفه، خلیفه که امتحانم 20، آفرین امیر. معراج، معراج زمانی، امتحانم 20. عباس زاده، عباس، عباس زاده، عباس زاده غائب. غلکار حسین، حسین هم غائب. خب قلی زاده علی اکبر، قلی زاده غائب. امیر کرمی، امیر هستش، امتحانم 20، آفرین. دانیال کلایم که غائب حتما طبق معمول. محمد محبی، امیر، امیر محمد، امیر محمد هم که هستش، امتحانم که 20. خب محبی نجاد، امیر، امتحانم 20، آفرین. امیر محمد منفرد، امتحانم 20. بنیامین، بنیامین میرکی، بنیامین کجایی؟ بنیامین نیستش؟ خب کی اومد؟ قلی زاده. برای چی آقا سر وقت خود نیستی؟ خب قلی زاده، امیر محمد منفرد هم که بود، قلی زاده، محبی نجات. خب اینم نمره امتحانتون با حضور غیابتون. آقا مجاهد هم که حاضری زدیم، مجاهد امتحان هم نمره خیلی خوبی گرفته بودی. مجاهد 19 فکر کنم گرفتی، مجاهد 19 یا 18. خب بچه ها اول یه مرور درس 5 داشته باشیم، سوال جواب بکنیم، خب بعد بریم درس 6 رو با هم دیگه مرور بکنیم و بخونیم. این پنجره باز کنیم که یه خورده هوا بیاد داخل. خب اول یه چتاتون هم ببندیم که دیگه. کی میخواد جواب بده درس 4 رو؟ امیر محمد محبی. خب کی جواب میده؟
مجاهد. مجاهد علی رضا. کو سلامت آقا. سلام، خوبی علی رضا؟ امتحان متوجه شدی چند گرفتی؟ چند؟ آره ما دقیق چون آخر کار گفتی الان یه لحظه نگاه میکنم بهت میگم نمره همون چیزی که اعلام کردم. 18 گرفتی، امتحان 18 گرفتی، آفرین. امسال دیگه درسات خوب بخون باشه؟ آفرین. خب از درس 5 الان دو تا از درس 5 دو تا سوال ازت میگیرم. خب ببینیم چقدر تو ذهنت مونده. خب صدام داری علیرضا؟ خب سوال، پیامبر ما مسلمونا کی بوده؟ اسمش میدونی؟ بهمو بگو. بگو. آره ما مسلمونیم، درست علیرضا؟ ما مسلمون هستیم یا نیستیم؟ ها؟ خب اسم پیامبرمون چی هست؟ بگو. یکی می فکر کن؟ یکی هم فکر کن علیرضا؟ اسم امام اولمو چی هست؟ اسم امام اولمونو میدونی؟ حسین؟ امام اول، علی. آفرین. خب امام حسین امام چندمونه؟ امام هشتم موکیه. حالا که گفتی امام هشتم، امام هشتم موکیه که مشهدم هست، میریم زیارتش میکنیم، کیه؟ ها؟ آفرین 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 علی رضا. درس قبل میگه نبودی که تو ذهنت نمانده؟ غایب بودی درس قبل؟ خب سر کلاس اگه حاضر باشی، اگه سر کلاس حاضر باشی دیگه غیبت نداشته باشی تو ذهنت میمونه، فهمیدی؟ خب دفعه دیگه ازت سوال میکنم باید بلد باشی. خب آقای خدری، علیرضا، آقای خدری، علیرضا خدری، یه خورده بلندتر، صدات نمیاد علیرضا. سلام، خوبی آقا؟ خب علیرضا، اسم پیامبر ما چی هست؟ پیامبر ما مسلمان ها. آفرین، حضرت محمد. خب علیرضا، حضرت محمد صلوات الله علیه، خب در کجا، در چه محلی جانشین خودش مشخص کرد؟ آفرین، در محل، آفرین، در صحرای حجاز محلی به نام غدیر خم. چند نفر از مسلمان ها بودن اون موقع حاضر شدن اونجا بودن که رفته بودن سفر مکه؟ آفرین. از کجاها اومده بودن یادته؟ تو کتاب نوشته بود؟ خب مثل کجا؟ مثل مدینه، درسته؟ یمن، عراق. آفرین. اینا از جایی که کتابتون مشخص کرده که اومده بودن برای حج، برای سفر حج. اون حج آخرین حج پیامبر بوده یا بعدش هم پیامبر دوباره حج رفته؟ آفرین، آفرین، به عنوان حجۃ الوداع بوده. آفرین آقای خدری، خداحافظ. خب دیگه کی جواب میده؟ امیر محمد مایبی. امیر محمد مایبی سلام آقا، خوبی آقا؟ خب مناسک حج یعنی چه آقای مایبی؟ آفرین، اعمال مربوط به حج و بهش میگن به عنوان مناسک حج معروفه. پیامبر ما چند سال مردم رو به دین اسلام دعوت کرد؟ ها؟ چند سال؟ 23. چند سال تو مکه؟
آفرین 13 سال در مکه و 10 سال هم در مدینه. گسترش اسلام در مکه صورت گرفت یا در مدینه؟ وقتی که پیامبر در مکه بود یا در مدینه؟ گسترش اسلام؟ گسترش اسلام، آره، که به سرزمین های دیگه اسلام گسترش پیدا کرد. همین دیگه، نمیخوایم ببینیم بعد از اینکه پیامبر هجرت کرد خب یا در همون مکه بود. آفرین، وقتی به مدینه هجرت کرد. چون وقتی در مکه بود کفار قریش خب پیامبر و یارانش، خیلی یاران اندک پیامبر، چون یاران پیامبر در شهر مکه خیلی کم بودن و به وسیله کفار قریش و مخالفان پیامبر مورد آزار و اذیت قرار. آفرین، تا شب لیلت المبید که پیامبر شبانه شهر مکه را به سوی شهر مدینه ترک کرد. آفرین. خب آفرین امیر محمد. تاها، تاها قاسمی سلام، خوبی؟ کجا رفتی؟ غایبت برات زده ما. خب در ماجرای غدیر پیامبر ما چه کسی رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد؟ حضرت علی علیه السلام. آفرین. و چی گفت؟ و اونجا چی گفت؟ گفت از این به بعد. آفرین. گفت که هر کسی من مولا و سرپرست او هستم، از این به بعدم سرپرست و مولای او حضرت علی علیه السلامه. خب حضرت علی علیه السلام از طرف خدا انتخاب شده بود یا از طرف پیامبر؟ از طرف خدا. آفرین. منتها از طرف پیامبر چی شد؟ نه، معرفی کرد. آفرین، معرفی کردش. خب اگه بخوایم بگیم که شایسته ترین فرد برای جانشینی پیامبر چه کسی بوده؟ چه کسی بوده؟ چرا؟ چرا؟ آفرین. آفرین. خب آفرین دانش آموزان. بله بله، امتحانات نمیدونم، فکر کنم 14 یا 15. خب بچه ها دیگه بریم درس 6 رو با هم دیگه بخونیم، بعد هم یه سوال جواب کوتاه که از کسانی که الان نپرسیدم درس 6 رو میخواییم سوال کنیم. اینو یادتون باشه، پس خوب گوش کنیم. بچه ها درس 6 مون که جزء فصل 4 هست، فصل 4 را و فصل 4 ما اسمش هست را و توشه. بچه ها دو تا درس داره، یک نردبان آسمان، دوم یک فرصت طلایی. نردبان آسمان، دو فرصت طلایی. خب این درس فرصت طلایی که برای جلسه بعد میمونه، ولی امروز درس نردبان آسمانو. اگه یادتون باشه بچه‌ها در پایه هفتم گوش کنید، همینجا که گوش کنید با هم دیگه صحبت میکنین، خیلی از مطالب درس در ذهنتون میمونه، چون خودتون یه پیش زمینه از سالهای قبل در ارتباط با درس دارید. همونجوری که اول سالم بهتون گفتم این درس‌ها یه خورده گسترده تر شده، این درس‌ها رو شما هم در دوره ابتدایی و هم پایه هفتم یه خورده خوندید.
پس اگه خوب گوش کنید با هم دیگه مرور بکنیم بهتر و بیشتر در ذهنتون ماندگار میشه. بچه ها در شما پارسال هم درسی داشتیم با عنوان ستون دین که اونجا در ارتباط با نماز و ارکان نماز به طور مشخص صحبت شده بود. امروز یه خورده بیشتر دوباره در ارتباط با نماز میخواییم صحبت بکنیم. خب این نکته را یادتون باشه که همه ما انسان‌ها آفریده خداوند هستیم، خداوند ما را آفریده. خب اگه تو مسائل خانوادگی، اجتماعی و دوستانه خودمونم یه خورده دقت بکنیم، اگه کسی برای ما کاری انجام داده باشه حتما ما از اون تشکر و قدردانی میکنیم. خب ولی خداوندی که این همه به ما لطف داشته، این همه به ما مهربانی داشته، این همه نعمتهای زیاد برای ما آفریده، ما را خلق کرده، جسم ما، جان ما، روح ما، روان ما را خلق کرده، قدرت تفکر و اندیشه به ما داده، قدرت بینایی به ما داده، قدرت شنوایی داده، قدرت بویایی و تمام حسایی که در بدن ما هست خداوند به ما عنایت کرده و اصلا کل جهان رو خلق کرده که ما داریم از اون استفاده میکنیم، هر آنچه که در آسمان و زمین هست ما داریم استفاده میکنیم. پس ما انسان ها هم حداقل وظیفه‌مون، کوچکترین وظیفه‌مون این هست که در برابر نعمت‌های بی‌پایان و بی‌شمار خداوند، چون نعمت‌های خداوند به شمار نمیاد، بی‌پایان هست، اصلاً پایانی نداره، و حداقل وظیفه ما این هست که در برابر نعمت‌های بی‌پایان و بی‌شمار خداوند شکرگزار نعمت‌های خداوند باشیم. این نکته را بایستی مرتب و به طور ساعت به ساعت، روز به روز، ما به ما، هفته به هفته با خودمون تکرار بکنیم در ذهن خودمون، به اینو در عمل خودمون، در کارهای خودمون هم این تشکر و قدردانی از خداوند رو داشته باشیم. یعنی هم در زبانمون خدا را شکر کنیم، از طریق زبان نسبت به نعمتهایی که خداوند به ما داده شکر کنیم، و هم در رفتار و عمل کرده خودمون. خب نماز بخشی از وظیفه‌ای هست که ما داریم در برابر خداوند. ما در شبانه روز 5 بار نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب و نماز عشا، 5 بار خداوند رو به رو به قبله، رو به کعبه می‌ایستیم و نماز می‌خونیم و یادآور می‌شیم در نمازمون نسبت به همه نعمت‌هایی که خداوند به ما داده، و البته آرزوهای خوب می‌کنیم. اینو برای خودمون مرتب تکرار می‌کنیم که یادمون باشه که وقتی مثلا در نماز می‌گیم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، یعنی نهایت بخشندگی و مهربانی خاص خداوند هست. وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، سپاس و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است، یعنی فقط و فقط نهایت شکرگزاری ما و سپاس ما و حمد ما فقط در برابر خداوند بایستی صورت بگیره. اگرم در جای دیگه، در مکان دیگه، در محل دیگه، نسبت به کسی دیگه یا کسان دیگه ما تشکر قدردانی میکنیم، در واقع همه این تشکر قدردانی ها برمیگرده به این نعمات بی پایانی که خداوند به ما داده. خب در اول کتابتون آقا یک سخن یا فرمایش از حضرت علی رو برای نمونه ذکر کرده که این اونو من براتون میخونم. گفته ای مردم، مراقب نمازهایتان باشید و خودتان را با نماز به خدا نزدیک کنید. آیا نمی شنوید که وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشانید، می گویند ما از نمازگزاران نبودیم. پس حضرت علی داره به ما
قیام میده که رکن مسلمانی، رکن این که کسی بگه من خدا شناسم و خدا را میپرستم، رکن سعادت در آخرت و در دنیا چی است؟ نماز هست. چون که حضرت علی فرموده که وقتی از دوزخیان میپرسن که چه چیزی شما را به دوزخ کشانید، میگن چی؟ میگن ما از نمازگزاران نبودیم. پس اولین چیزی هم که در قیامت از آدم، از ما انسان ها سوال میشه در ارتباط با نماز. حالا ادامه فرموده حضرت علی میگه به درستی که نماز گناهان را مانند برگای پاییزی میریزد. یعنی کسی که در شبان روز 5 بار در برابر خدا میسته و خدا را پرستش میکنه و خدا را عبادت میکنه، خود به خود نسبت به گناهان دیگه چی میشه؟ تعلق و خاطری نداره، گناهانو کنار میزنه، کارهای خطا را کنار میزنه، کارهای زشت رو کنار میزنه و اونا را انجام نمیده. وقتی نماز و در زبان ما انسانها جاری میشه، در ذهنمون شکل میگیره، در عمل و رفتارمون هم میاد و دیگه گناه و خطایی هم انجام نمیدیم. پس حضرت علی میگه به درستی که نماز گناهان را مانند برگای پاییزی میریزد و قول زنجیر گناهان را از گردنها میگشاید. پس ما را از گناه و خطا هم دور میکنه. پیامبر خدا نماز را، حضرت علی میگه ها، میگه پیامبر خدا صلوات الله علیه نماز را به چشمه آبی تشبیه کرده است که در برابر خانه کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز 5 مرتبه خود را در آن شستشو دهد، پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمی ماند. پس حضرت علی استناد میکنه به سخن پیامبر، به فرموده پیامبر که نماز مانند چشمه آبی است که در کنار و جلو خونه هر کسی رد میشه و اگه اون فرد یا اون افراد 5 بار در شبانه روز خودشونو در این رود، در این آب شستشو بدن، هیچ چیزی آلودگی بر بدنشون نیست، بدنشون تمیز هست. میخواد اینه بگه که اگه ما هم 5 بار در شبانه روز نماز بخونیم و در برابر خدا بیستیم، دیگه از همه گناهان و خطاهایی که در اطراف ما هست، در دور بر ما هست، از اونها دوری باید بکنی. یعنی باید ملکه ذهن ما بشی. این کلام، کلام نماز، قسمت نماز بایستی ملکه ذهن ما و در فکر ما، در اندیشه ما باشه و در البته اعمال و رفتار و کردار ما هم چی بشه؟ جاری و ساری بشه. خب در همه احکام اسلامی هم و در همه سخنان معصومین ما هم بارها و بارها در ارتباط با نماز تأکید شده و سفارش شده. به عنوان ستون دین، معراج مؤمنان، سد محکمی در برابر شیطان، در همه این موارد رو ما کم و بیش با همدیگه سالهای قبل خونده بودیم. خب کتابتون یه سری آداب و نماز رو ذکر کرده. میدونید که در سالهای قبل هم در ارتباط با نماز جماعت هم یه سری اصول و احکام رو برای شما کتابتون بیان کرده بود. اینجا دوباره یه سری احکام رو هم مرور کرده و یه سری احکام دیگه را تکمیل اونه احکامی که گفته بوده دوباره برای شما مرور کرده و بازگویی کرده است. خب اینا رو با هم دیگه میخونیم. خب از جمله احکامی که روش بسیار تأکید شده آقا، پس نردبان آسمان نماز. از جمله چیزایی که روش تأکید شده با عنوان که میتونه ما را ملکه ذهن ما بشه و ما را در گفتار و رفتار ما جاری بشه نماز، یکی نماز اول وقتی که بسیار بهش تأکید شده. پس اول نماز اول وقت، نماز اول وقت بسیار بهش تأکید شده که در اول وقت ما نماز خودمون رو به جا بیاریم. و از جمله این که اگه کسانی این امکان براشون هست که نماز رو به صورت جماعت، به صورت نماز جماعت یعنی در مسجد
البته در این شرایط میدونید که در این شرایط که شرایط بیماری هست و اینا و اصل سلامتی افراد در دین هم بسیار سفارش شده و الان هم میدونید که در بسیاری از مواقع به واسطه این بیماری که افراد نبایستی در کنار هم دیگه قرار بگیرن مساجد و اماکن مذهبی ما اکثرا تعطیل بودن و نماز جماعت برگزار نمی‌شده یا نماز جمعه برگزار نمی‌شده به واسطه این که افراد در کنار هم دیگه قرار می‌گرفتن و این بیماری سرایت می‌کرده و سلامتی افراد چی می‌شده؟ ممکنه مورد خطر قرار می‌گرفته. همچنین پوشیدن لباس‌های مناسب نیز بسیار سفارش شده است. اینه که انگام نماز ما بایستی لباس‌های مناسب رو بپوشیم. خب تأکیدات دیگری که کتابتون کرده، یک، خواندن اذان و اقامه قبل از نماز. خب اذان رو میدونید که الان در شرایط کشور ما معمولاً از مساجد و اماکن مذهبی اذان برای مردم پخش میشه که موقع اذانه. موقع اذان یعنی این که مردم رو خبردار میکنن که موقع نماز فرا رسیده و بایستی نماز اول وقت رو به جای بیاریم. و اقامه قبل از نماز هم بسیار برش سفارش شده است. حضرت علی چی میگه دوباره؟ میگه کسی که اذان و اقامه بگوید و به نماز بیستد، دو صف از فرشتگان پشت سر او نماز می‌ایستند که ابتدا و انتهای این صف، این دو صف دیده نمی‌شن. میگه کسی که اذان و اقامه قبل از نمازش بگه، دو صف از فرشتگان در پشت او قرار می‌گیرن که انتهایی هم نداره. و کسی که فقط اقامه بگوید و نماز بخواند، پشت سرش یک صف از فرشتگان به جا به نماز می‌ایستند. خب این مهمترین عقاید مسلمان ها که اذان در اذان تکرار میشه، یعنی همون الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله که در نماز در اذان و اقامه ما میگیم، مهمترین عقیده همه مسلمانان هست که بین همه مسلمانان به صورت مشترک است و تکرار میشه و در همه آبادی ها، در همه روستاها، در همه شهرها و در همه ممالک اسلامی بالکل اینا تکرار و تکرار میشه که عملی هم بسیار پسندیده هست و به طوری که پیامبر دوباره فرموده که بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران سعم معزن است که اذان میگویه، یعنی کسی که اذان میگه یه بخشی از ثوابی برای خودش میبره که بقیه را خبر داده برای نماز، حالا چه نمازی باشه که ما در خونه میخونیم، چه نمازی که به جماعت در اماکن مذهبی و مسجد و خونده میشه، همه اینا یه بخشی از ثواب این نمازها هم به مؤذنی میرسه که اذان رو گفته و به اطلاع بقیه رسونده. دومین موردی که پس اولیش خواندن نماز و اقامه، دومین موردی که کتابتون ذکر کرده نماز خواندن در مسجد هست. نماز خواندن در مسجد. حالا این نماز خواندن در مسجد میدونید همونجوری که گفتم نماز جماعت الان در بسیاری از مساجد ما خوانده نمیشه، ولی در مساجد ما بخصوص در شهرهای مثل شهر ما که وضعیتش پاد نیست، قرمز نیست، نارنجی، در مساجد بود. اگه کسی مسجد بره ممکنه نماز جماعت برگزار نشه، ولی نماز خوندن در مسجد نیز بسیار تأکید شده و سفارش شده است. خب باز سخنی از امام صادق را این قسمت از کتابتون بیان کرده که گفته به مسجد آمدن را جدی بگیرید، چرا که مساجد خانه‌های خدا در روی زمین هستند و هر کس با طهارت به مسجد برود خداوند گناهان او را پاک می کند و نام او را در میان ظاهران خود می نویسد. یعنی اینقدر تأکید شده و سفارش شده به نماز، به خوندن نماز جماعت، به نماز خوندن نماز در مسجد، بخصوص نماز جماعت. این هم حدیثی از امام صادق هست که
به خاطر تأکیدی هست که در نماز به خوندن نماز در مسجد به خصوص نماز جماعت تأکید شده. ولی همونجوری که گفتم در این شرایط اگر هم مساجد باز باشه نماز جماعت خونده معمولا نمیشه و نمازو هر کس خودش به صورت فرادا یعنی تکی میخونه، هر کس خودش میره با اون حفظ فاصله میسته و نمازشو میخونه. خب عنوان بعدی که کتابتون مطرح کرده به عنوان شرایط نماز صحیح است. خب شرایط نماز صحیح کتابتون اول اومده یه داستان کوتاهی بدین شکل ذکر کرده که گفته بوده که عده‌ای از دانش آموزا در مسجد بودن، حالا حساب کنید مثلا به صورت رسمی مدرسه باز بوده، در نمازخونه مدرسه یا اینکه در مسجد یه عده از بچه‌ها با دوستاشون داشتن نماز می‌خوندن. یکی از دوستان مثلا علی به حسن میگه که بعد از اینکه نماز تموم میشه بهش یادآور میشه که گوشه‌ای از لباسش یک کم خون هست، یک قطره خون هست و بهش میگه که با این شرایط نماز شما باطل هست. بچه‌ها یک لحظه خب پس میگه که چی؟ نماز شما با واسطه خونی که روی لباستون هست باطل هست و این نمازی که خوندی باطل هست چون پشت رو لباست قطره خون هست. خب اینا میان چیکار میکنن؟ اینا که اطلاعی نداشتن میگن که بریم از این امام جماعت یا پیش نمازی که در مسجد یا در نمازخانه مدرسه بوده سوال بگیریم. میرن پیشش بهش میگن که جریان اینه که الان که مثلا حسن یا علی متوجه شده که قطره خون رو لباسش بایستی چکار کنه، آیا نمازش باطل هست، نمازش باید تکرار بکنه یا نمازش صحیح هست. امام جماعت میگه که اولا این که علی اصلا متوجه این که خون روی لباسش نبوده، پس چون متوجه نبوده که خون روی لباسشه نمازش صحیح است. پس این یادآوری برای ماها هم هست، اگه قسمتی از لباسمون، شلوارمون یا پیرهنمون قطره مثلا خون باشه، نجس باشه و ما متوجه نشیم قبل از نماز، متوجه نشیم نیم ساعت بعد، ده دقیقه بعد، یک ساعت بعد متوجه بشیم که این لباسمون خونی بوده، نماز ما صحیح است چون اصلا متوجه نبودیم، هیچ اشکالی نداره. اما یه حکمی اون قسمت پایانی همین داستان بیان کرده، گفته که اگر اون نجسی، اون خون از یک سکه کوچکتر باشد، این سکه هم گفته چیه؟ پایین گفته تقریبا به اندازه یک بند انگشت هست، اگه کمتر باشه اصلا نماز صحیح است. بعدش یه سری احکام دیگه بچه‌ها در قسمت پایانی. پس این یکی از مواردی هست که ما بایستی در نظر داشته باشیم، داره برای ما یادآوری میکنه که اگر احیاناً ما لباسمون خونی بود، نجس بود، متوجه نشدیم، دوستمون، رفیقمون، همکلاسیمون، همسایه‌مون فرق نمیکنه متوجه نبود که این لباسش نجس هست، خونی هست، نماز خون متوجه نبودا، اگه متوجه باشه بدونه که این لباس نجس هست، خونی هست، بپوشه نماز بخونه، نمازش باطل هست. ولی اگه متوجه نباشه نمازش صحیح هست. پس اینا بایستی ما در نظر داشته باشیم و برای دیگران هم خب یه لحظه این صدا و تصویر قطع شد، الان دوباره وصل شد. پس
این یکی از مواردی که ما بایستی در نظر داشته باشیم. چند مورد دیگه هم کتابتون بیان کرده که با هم دیگه اینا را مرور میکنیم. در ارتباط با مکان و شرایط نمازگذار گفته، یکی این که علاوه بر لباس و بدن نمازگذار که گفتیم، لباس و بدن نمازگذار باید چی باشه؟ حلال باشه، تمیز باشه، پاک باشه. هر گونه آلودگی روی بدن یا لباس موجب میشه که نماز ما چی باشه؟ باطل بشه. مگه این که متوجه نباشیم. یه چند مورد دیگه کتابتون بیان کرد، یکی این که مکان نمازگذار، یعنی جایی هم که ما نماز میخونیم، موکتی، فرشی هم که روش نماز میخونیم بایستی چی باشه؟ پاک باشه، حلال باشه. رو زمین هم اگر نماز میخونیم بایستی متوجه باشیم که این قسمت که داریم نماز میخونیم پاک و حلال باشه. پس مورد بعدی در ارتباط با پس لباس و بدن نمازگذار، یک. دو، مکان نمازگذار. پس مکان نمازگذار هم بایستی چی باشه؟ پاک و حلال باشه. مورد بعدی که کتابتون باز دوباره تکرار کرده و گفته و تأکید هم کرده، مکان نماز نباید، مکان نمازگذار نباید غصبی باشه. غصبی آقا یعنی چی؟ یعنی این که مثلا ما بریم در یه محلی، در یه مکانی، در یه زمینی نماز بخونیم ولی صاحب اون راضی نباشه. اگه راضی نباشه غصبی محسوب میشه و نماز ما باطل هست، مورد قبول قرار نمیگیره. مورد بعدی که کتابتون بیان کرده، علاوه بر مکان لباس نمازگذار. لباس نمازگذارم نباید غصبی باشد. یعنی اگه ما لباسی هم بپوشیم، لباس دوستمون، رفیقمون، همسایمون که اون راضی نباشه، بازم اینم غصبی محسوب میشه، مثل همون مکان نمازگذار هست، غصبی محسوب میشه و نمازمون باطل هست. حتی در احکام اسلامی هستش که اگه مثلا این دکمه لباس من، دکمه پیراهن من، همین دکمه هم غصبی باشه چی هست؟ نماز دوباره باطل هستش. مورد بعدی که کتابتون بیان کرده و گفته، خب لباس نمازگذار پولی که با آن لباس خریده میشه، اگه پولی هم که با اون لباس خریدیم، اگه پولی هم که با اون لباس خریدیم حرام باشه، از راه حلال به دست نیامده باشه، فرقی نمیکنه. اینم مثل همون غصبی است و نماز ما باطل هستش. می نمیتونیم باش لباس بخونیم. مورد بعدی که کتابتون بیان کرده، زیورالات طلا مانند انگشتر یا گردنبند برای مردان حرام است. پس مورد بعدی، زیورالات برای کی؟ زیورالات برای مردان هم آقا حرامه. اگه ما انگشتر طلا داشته باشیم در دستمون مثلا باشه و نماز بخونیم، نماز ما باطل هستش. اینم بس بایستی خودتون متوجه باشیم، برای دیگران هم یادآور بکنیم. مورد بعدی که کتابتون بیان کردن، نماز خوندن با لباسی که از پوست یا مو یا اجزای دیگر حیوانات حرام گوشت. مورد بعدی، لباس از پوست یا موی حیوانات حرام گوشت باشه. یعنی اگه مثلا ما پالتوی، یه پیرهنی، یه شلواری، یه جورابی داشته باشیم که از پوست یا موی یا کلا پوست یا موی حیوان حرام گوشت درست شده باشه، اونم دوباره نماز ما را باطل میکنه و مورد قبول نیست. اینم یک سری از احکام نماز که با هم دیگه مرور کردیم و به خصوص شما که دیگه از امسال به سن تکلیف میرسید و نمازتون رو مرتب همینجوری که الان دارید میخونید با دقت بیشتر و سعی کنید سر وقت نمازاتون رو بخونید و
نسبت به نعمتهای خداوند شکرگزار باشه. خب این کلیاتی از درس امروز ما به عنوان نردبان آسمان که حتما چیزای خیلی خوبی ازش یاد گرفتیم. خب حالا میخواییم دوباره از همین درس رو با هم دیگه با شما مرور بکنیم، ببینیم کی خوب گوش کرده و متوجه شده. از کی سوال بگیریم دوباره؟ خب تصویری باشه یا صوتی باشه به نظرتون؟ خب بچه ها چتاتون هم فعاله، از اون سوال بگیریم درس ها؟ نه از علی رضا، از تو که سوال کردیم که پس خب خیلی خوبه که همه تون خوب گوش کردین که آمادگی دارین درس رو با هم دیگه مرور داشته باشیم. آفرین. خب حالا تماس تصویری یا صوتی؟ تصویری یا صوتی؟ تماس صوتی یا تصویری؟ کی میخواد تصویری باشه؟ کی میخواد تصویری باشه؟ کی تصویری باشه؟ تا 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 صدات میزنم، صدات نمیاد. تا مگه صدای منو نداری؟ تا صدای منو نداری؟ صدات نمیاد. صدات نمیاد تا. چی؟ ها میکروفونت قطعه؟ چه فایده داره؟ خب فایده نداره، برو تا برو دیگه. یکی میاد؟ خدری؟ علیرضا خدری؟ علیرضا؟ علیرضا خدری کجایی؟ علیرضا صدات نمیاد. علیرضا میکروفونش راست میگه ها. علیرضا سلام، خوبی؟ حواس هم نبود. چه خبر؟ درس خوب یاد گرفتی؟ الان که خوندیم؟ بله. خب درس ما در ارتباط با چی بود؟ نردبان آسمان. آفرین، در ارتباط با نردبان آسمان که نماز هست. خب یکی از احکام نماز که ما امروز با هم دیگه خوندیم و یکیشو برای ما بگو. یکی از احکام نماز بگو. خب دیگه یکی دیگه بگم؟ بله آقا دیگه دیگه یادت اومد؟ بقیهش یادت اومد؟ دیگه چی؟ خوندن اذان، خوندن اقامه. خب بقیه احکامی هم که گفتیم در ارتباط با لباس و مکان و دیگه انگشتر مثلا بریم. خب مکان، در مورد مکان چی گفتیم؟ بچه ها چیزی ننویسید؟ ها؟
آفرین، یعنی هر مکانی که ما درش نماز میخونیم بایستی پاک و حلال باشه و اون کسی که مالکیت داره به این راضی باشه، درسته؟ اگه ناراضی باشه غصبی محسوب میشه و نماز ما قبول نیست. خب آفرین علی رضا. خب دیگه از کی سوال کنیم؟ دیگه کی حاضره؟ تا حالا او بار تا بگو. تا سلام. خب آره شرایط نماز گذاره بگو. تا آره یکیشه بگو. آفرین. خب اگه نمازگزار بعد از نماز متوجه بشه که مثلا لباسش نجس بوده چه حکمی داره؟ بعد از نماز خب خب اگه میدونسته نمازش اگه نمیدونه نه اگه چی یه بار دیگه بگو. آفرین. خب یه سوال دیگه، اگه یه نفر باشه انگشتر طلا، مردا خب انگشتر طلا دستش باشه، انگشتر طلا دستش باشه نماز بخونه حکمش چی است؟ آفرین، برای مرد حرام هست. خب لباس چی؟ نه نه اگه لباست غصبی باشه کسی راضی نباشه لباس. آفرین. آفرین که خوب گوش کرده و همه چی رو متوجه شدی. خب فکر کنم 20 گرفتی. 20 گرفتی آقا. خداحافظ. خدا. خب دیگه از کی سوال کنیم؟ پیراسته کجای پیراسته؟ پیراسته سلام. خوبی؟ خب در ارتباط با درس مو یه خلاصه بگو، هر چی که یاد گرفتی بگو، دسته مورد بگو ببینم. آفرین. آفرین مهدی. آفرین زیبا رالا. در مورد چی؟ مثلا اگه لباس ما، کلاه ما، جوراب ما از پوست یا مو حیوانات حرام گوشت باشه چی میشه؟ آفرین مهدی پیراسته. آفرین. خب دیگه از کی سوال بگیریم؟ آفرین مهدی. از کی سوال بگیریم؟ کی آماده است؟ امیر خلیفه آماده است، تشنه دلم آماده است، مجاهد آماده ای تا؟ مجاهد کجایی؟
سنایی، از سنایی سوال نکردیم، راست میگه. سنایی کو، سنایی سنایی نیست تو لیست که پیدات کنیم. بالا یه دست تکون بده ببینیم. سنایی نیستی که سنایی. خب سنایی اومدی. خب سنایی رضا، سنایی رضا سلام، خوبی؟ خب درسمو در ارتباط با چی بود رضا؟ نماز. آفرین. خب شما در مورد آداب نماز یکی دو مورد که در ذهنت هست، چه از سالهای قبل چه امروز با هم دیگه خوندیم و برامو بگو. آداب نماز، آره، یعنی شرایطی که ما هنگام نماز بایستی رعایت بکنیم، آداب نماز، اصول نماز، باید چیکار کنیم؟ ها لباست؟ آفرین، آفرین. خب خب دیگه خوندن نماز، خوندن اذان و اقامه، درسته؟ که تأکید شده بود که آفرین. خب دیگه، دیگه نماز خوندن در کجا تأکید شده جز آداب نمازه؟ آفرین، آفرین. خب در ارتباط با مکان نمازگزار چی یادته؟ چیزی که الان گفتیم، جایی که یعنی ما نماز میخونیم. نه در مورد مکان گفتم، ما مکان، جا، یه جایی ما نماز میخونیم. خب یه مکانی مثلا داخل یه زمین نماز میخونیم، صاحب اون زمین راضی نیست، نماز ما چه حکمی داره؟ آفرین. لباس چی؟ اگه لباس کسی هم بپوشیم که اون راضی نباشه، بازم حرامه و نماز ما باطل هست. آفرین آقا رضا سنایی. خب آفرین. خب خب بچه ها، نه دیگه، دیگه آخره جلسه مون هست، بذاریم ببینیم کی اومده. خب آقا نگاه کنید، سر وقت باید بیاید که دیگه الان براتون حاضری میذارم ولی تأخیرشو باتون حساب میکنم. بنیامین، بنیامین برای چی دیر اومدی؟ بنیامین میرکی، خب ساعت 11 آقا نباید بیاید؟ نه، ساعت چند کلاستونه؟ مثل کلاس حضوری، هیچ فرقی نمیکنه. الان برات حاضری میذارم ولی با تأخیر. بنیامین دیگه کی بود؟ خب آپیکر، آپیکر اومده، اسم میخونم دیگه، نگه آپیکر، آپیکر نیستش، غیبت. خب عبازاده، 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 عبازاده نیستش، غائب. غلکارم که نیستش، غائب. مجاهد که هستش، حاضر، مجاهد هست. غلکار برای چی سر وقت نمیای آقا؟ غیبت حاضری برات میزنم با تأخیر دیگه، حواست باشه دیگه، همین تأخیرها هم خودت میدونی که من باتون حساب میکنم، اینجوری نیست که همینجوری بری. خب عبازاده که نیمه، درسته؟ بنیامین، بنیامین 18 گرفته، بنیامین 18. خب دیگه
رحیمی ابوالفضل، ابوالفضل، ابوالفضل رحیمی. خب ابوالفضل تا هم دیگه یادت باشه ها. تا هم که بودش یاسر قنبری، یاسر، یاسر قنبری، یاسر، یاسر قنبری نیستش غیبت، رضا کمالی هم که غیبت، کهنسال هم غیبت، لاری دشتی هم غیبت. خب بچه ها در ارتباط با درستون یه تکلیف صفحه 56، صفحه 56 کتاباتون رو باز بکنید، صفحه 56 کتابتون به عنوان فعالیت کلاسی هست، میخواید برای خودتون مشخص بکنید این تکلیف رو انجام میدید تا آخر هفته هم کسانی که انجامش دادن عکس رو میگیرن برام میفرستن که نمره انجام تکلیف رو بهشون بدیم. متوجه شدین؟ اگه با مداد بنویسید آقا بهتره، اگه اشکال داشته باشه بعدن صحیح کنید کتابتون خط خوردگی پیدا نمیکنه. پس اگه با مداد انجام بدید میخواید تیک بزنید، میخواید تیک بزنید صفحه 56 کتابتون جدوله هستا. هر کسی آقا تکلیف انجام بده نمره تکلیف براش حساب میشه، در پایان به عنوان یک نمره امتحانی مثل 20 حساب میشه، تقسیم میشه. اون موقع کسی نگه، اون موقع کسی نگه برای چی من تمام امتحاناتم 20 بودم شدم 18. چون کسی که تکلیف انجام میده، کسی که به موقع میاد سر کلاس، کسی که تکلیف انجام میده و به موقع میاد سر کلاس با بقیه فرق میکنه. پس این حضور غیابتون، جواب سوالات دادتون سر کلاس و انجام تکلیفتون مهم هست، مثل اون موقع که سر کلاس بودین. پس این نکات رو داشته باشین. پس تکلیف صفحه 56 کتابتون، صفحه 56 کتابتون رو انجام بدین برام بفرستین. خب هفته آینده هم آقا درس میدیم، سوال میگیریم درس 56 و به درس هفتم درس میدیم. هفته بعدش یعنی دو هفته دیگه دوباره درس 56 ازتون امتحان میگیریم. درس 56 پس دو هفته دیگه امتحان میگیریم. سوالات درسم، سوالات درس 56 دو هفته دیگه امتحان میگیریم. سوالات درس 5 که براتون فرستادمه درسته؟ سوالات درس 5 براتون فرستادن؟ خب سوالات درس 6 هم، خب سوالات درس 6 هم براتون میفرستم، سوالات متن و پایانی و درس، سوالاتی که لازمه براتون میفرستم، انجامش بدین. هر جاش هم مشکل دارین دوباره پیام بدین، نه بعدن شب امتحان بودو بودو بخین پیام بدین که خودتون رو در سر بیافتین یا ما در دسترس نباشه. ما هر موقع خواستین هر سوالی داشتین، سوال متن که بهتون میدم یا سوال پایانی، اگه جوابش پیدا نکردین حتما پیام بدین تا با هم دیگه جوابش پیدا بکنیم. خب شما هم خسته نباشین دیگه، از اون زور برین نمازاتون هم بخونین. خداحافظ. خسته نباشین. خداحافظ. شما هم خسته نباشید. خداحافظ. خوش آمدین. سلام خانواده هاتونم برسونید. خداحافظ. علی رضا مجاهد بخونا دفعه دیگه بخون، ازت میخوام دوباره سوال میگیرم. خسته نباشید. شما هم دفعه دیگه علی رضا ازت سوال میگیرم. فهمیدی؟ مجاهد اولین نفر هفته آینده ازت سوال میگیرم. یه هفته جواب
رفته، یعنی باید جواب بدیم. آفرین. خب خداحافظ شما.